زندگی خیلی سخت بود، جای خیلی جایی که با خودکشی فکر میکردم که این زندگی رو تمومش بکنم و این زندگی پایان برسه. سلام دوستان عزیز، خوشحال هستیم که با برنامه دیگر از برنامه های شفای شکست دلان در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز داستان شخصی رو با هم دیگه میشنویم که به خاطر عدم رابطه صحیح با پدرشون بعد از فوت پدرش خیلی احساس تقصیر میکنه. ولی میبینیم که وقتی که عیسی مسیح وارد زندگی او میشه چطور جراحت های روحی و روانی او رو شفا میبخشه و به او یک زندگی تازه عطا میکنه. و همچنین در ادامه برنامه برای شما عزیزان دعا میکنیم، با ما همراه باشید. رامین در خانواده‌ای پر جمعیت به دنیا آمد و از کمبود محبت و کم توجهی پدرش نسبت به خود رنج می برد و این موضوع باعث شد روحیه‌ای بسیار حساس و رنجور داشته باشد. پدری بسیار جدی و نسبتاً عصبی داشتم که خیلی کم به من توجه می کرد و چون که وقتی که من کمبودهای در زندگی احساس می کردم مثل کمبود عاطفه، کمبود محبت و اینها روی من تأثیر می گذاشت. یک نوع احساس حقارت میکردم وقتی میدیدم که بچه های همسن و سال من خب یکی یا رو مدرسه میاره یا پدرشون یا مادرشون یعنی برمیگردونن و خیلی بهش توجه میکنن، اما کسی نبود که در زندگی من بخواد به من توجه بکنه و وقتی من یک کمبودها رو در زندگی احساس میکردم خیلی ناراحت میشدم. پدرم بیشتر وقتش رو خب با دوستاش میرفت و با دیگران وقتش رو صرف میکرد و توجه زیادی ما نمیکرد، حتی گاهی اوقات فراموش میکرد که ما چه مدرسه میریم یا در چه کلاسی درس بخونیم و اینا. خب خیلی برای من سخت بود، برای من یه بار بود وقتی که میدیدم که همه بچه های همسن و سال من خیلی شادن، خیلی زندگیشون خوبه، زندگی مرفعی دارن، چون برای اینکه پدرم اموالش از دست داده بود خب زندگی سختی داشتیم با در زندگی با خیلی از کمبودها روبرو با خیلی از کمبودها طرف شد. خلاصه گذشت و زندگیمون رو با همین کمبودها ساختیم و تا اینکه به سن نوجوانی رسیدیم و با سعی و تلاش درس رو میخوندم، سعی میکردم که بتونم یک آینده خودم برای خودم بسازم، سعی میکردم بتونم این زندگی خودم برای خودم دست پا بکنم و همیشه با این خودم دلداری میدادم که خودم بزرگ میشم، کار میکنم، درس میخونم و تشکیل زندگی میدم. به خاطر افکار پریشان و روحیه حساس رامین، رابطهش روز به روز با خانواده و اطرافیان بدتر میشد و تمام آرزوهایش با شکست مواجه میگشت. هیچ محبتی بین ما نبود، هیچ رابطه نزدیکی نبود. وقتی که یکی غمی به سراغ من میومد به خاطر مشکلات، به خاطر گذشته، یکی غمی به سراغ من میومد، کسی نبود باش درد دل بکنم، کسی نبود که بشینم باش صحبت بکنم بگم که این درد منه، این غم منه. هیچ کسی نمیتونستم اعتماد بکنم، خیلی شکاک بود. زندگی بسیار سختی داشتم. در دوران جوانی سعی کردم با سختی وارد دانشگاه بشم و شب و روز مطالعه میکردم در دوران پیش دانشگاهی و دورانی که برای آمادگی برای دانشگاه بود و شب و روز وقتمون در کتابخونه به سر می‌بردم که بتونم درس بخونم و زندگی مرفعی داشته باشم. وارد دانشگاه شدم بعد از مدتی و در دانشگاه ورودی قبول شدم و اما بعد از مدتی وقتی که یک سری مشکلات در زندگی بود به خاطر کمبود مسائل مالی و پول نتونستم به دانشگاه ادامه بدم، نتونستم که به درسم ادامه بدم، اما از دانشگاه اومدم بیرون و این خیلی برای من شکست بزرگ بود. من که در گذشته برای خودم یک چیزایی تو فکرم بود، یک زندگی ایدئالی در فکرم برای خودم ساخته بودم، این رو هم از دست دادم. ترس و نگرانی از آینده و حالتهای عصبی شدید رامین را دچار بیماری پوستی عمیق کرد و این امر نیز موجب تشدید شدن افسردگی و عصبانیت او گردید. نمی‌دونستم که در آینده باید چه کار بکنم، نمی‌دونستم که باید چه زندگی داشته باشم و نمی‌دونستم که در آینده چه شغلی خواهم داشت. این خیلی برای من سخت بود، خیلی برای من مشکل ساز بود. اینقدر که حتی بیماری پوستی گرفته بودم، بیماری عصبی روحی گرفته بودم، با هیچ یک از اعضای خانواده‌ام نمی‌تونستم رابطه خوبی داشته باشم. خیلی عصبی و مغرور بودم، خیلی غرور داشتم و با
هیچ کس صحبت نمی کردم. خیلی منزوی بودم و این انزوا باعث شد که من برای که آینده مبهمم داشتم باعث شد که من خیلی سخت بتونم با دیگران ارتباط برقرار بکنم. حتی با دوستان رابطم رو قطع کرده بودم، خیلی کم با دیگران ارتباط برقرار میکردم و خیلی فکر میکردم که باید چه کار بکنم. دنبال یک راه حل میگشتم که چطور باید زندگی من زندگی خوب و مرفعی باشه. اما هرچی فکر میکردم بیشتر عصبی تر میشدم، بیشتر ناراحت و منزوی میشدم، تا اینکه اونقدر فکرم زیاد شد که دچار بیماری عصبی شدم و موهای سرم شروع کرد به ریختن. به صورت خیلی شدید من ریزش مو داشتم و بدنم بیماری پوستی گرفته بود، بدنم دمل میزد و خیلی عصبی بودم. چندین بار به دکتر مراجعه کردم و به من دارو دادن، اما داروها کارساز نبود. گفتن که شما یک بیماری عصبی دارین، باید از لحاظ اعصاب شما آرامش پیدا بکنید. که متاسفانه این چیزی بود که من کمبودش خیلی زیاد احساس میکردم، آرامش نداشتم، خیلی سخت بود زندگی برام. همش میگفتم که خدا این زندگی کی تموم میشه و خلاصه گذشت تا اینکه حتی شبها نمیتونستم بخوابم، تا نیمه شب نمیتونستم بخوابم. خیلی فکر میکردم که با چه کار بکنم. صبح زود خیلی زود پا میشدم و فکر میکردم که با چه کار بکنم. در رخت خواب خودم مینشستم که من امروز با چطوری بگذرونم، با چه کاری انجام بدم. و این خیلی به من صدمه زده بود. خیلی حتی خوراکم کم شده بود، خیلی ضعیف شده بودم به خاطر فکر زیاد، به خاطر عصبی. رابطم خیلی با پدرم بد شده بود، خیلی پرخاشگر شده بودم، خیلی عصبی بودم به خاطر اون گذشته که اون وجودش و عدم وجودش بود، اون کمبودش بود. اینا برای من یک کینه شده بود که میخواستم اینطور اینو رو جبران بکنم و هیچ اهمیتی به پدر مادرم نمیدادم. خب این زندگی خیلی سخت بود، جایی خیلی جا دیگه به خودکشی فکر میکردم که این زندگی رو تمومش بکنم و این زندگی پایان برسه. احساس تقصیر و گناه او را بسیار غمگین کرده بود و مخصوصا بعد از فوت پدرش آنقدر ناراحت و عصبی شده بود که حتی به خدا کفر و ناسزا میگفت. ولی در همان روزهای سخت اتفاق عجیبی زندگی او را دگرگون ساخت. گناه های زیادی داشتم که دو روز زیاد میگفتم به خاطر اینکه اون کمبودهام رو بپوشونم، اون عقده‌هام و کینه‌هامو می‌خوام دفع کنم، کم‌رنگ‌تر بکنم، دروغ می‌گفتم و خیلی رابطه بدی داشتم با دیگران. خب فکر می‌کردم که اون رابطه بد من با پدرم و اون که بین ما محبت نبود و اینکه من به اون توجه نمی‌کردم و رابطه‌ام با دیگر اعضای خانواده بد بود، روی پدرم خیلی فشار آورد و باعث شد سکته کنه و فوت بکنه. این سختی و مشکلاتی که چشیده بودم من از همه چیز متنفر کرده بود. از خدا، حتی به خدا کفر میگفتم، میگفتم تو کی هستی؟ تو کی هستی که میخوای که منو خلق کردی تو من سختی بکشم، منو خلق کردی تو من بدبختی بکشم، چرا منو آفریدی؟ هدفت چی بود از آفرینش من؟ این خیلی برای من سخت بود و حتی کفر میگفتم به خدا. هر جا که اسم خدا میومد من کفر میگفتم، هر جا که اسمی از اون بود من بد و بیرا میگفتم. تا اینکه یک روز داشتم با تلویزیون کار میکردم و شبکه‌های تلویزیونی میگشتم، از طریق تلویزیون شنیدم که میگن عیسی خداونده، عیسی منجیه، عیسی میتونه به شما آرامش بده، عیسی به شما شادی میده، به شما برکت میده. و خب من در اون لحظه زیاد توجه نکردم چون فکر میکردم که اینا تبلیغاته، توجه خاصی نکردم و همونطور به زندگی در تاریکی و در بدبختیم غوطه‌ور بودم و ادامه میدادم. تا اینکه یک روز که در اوج غم و ناراحتی بودم زانو زدم و در مورد عیسی که شنیده بودم که عیسی خداونده، عیسی به شما آرامش میده، عیسی میتونه زندگی شما رو عوض بکنه، عیسی منجی و نجات دهنده است، اون روز من به کسی نیاز داشتم که من آرامش بده، به کسی نیاز داشتم که زندگیم رو عوض بکنه، به کسی نیاز داشتم که اون زندگی گذشته منو جبران بکنه. و اون روز که در اوج غم و ناراحتی بودم زانو زدم و شروع کردم به گریه کردن. خیلی به شدت گریه میکردم، اما این گریه با گریه قبلی خیلی فرق میکرد. در کودکی گریه میکردم، این گریه یک نوع خاصی داشت، این گریه که همراه با یک آرامش عجیب بود. تا اینکه به شدت گریه میکردم از عیسی گفتم که عیسی اگر تو خداوندی، اگر تو اینطور هست، اینطور که میگن هستی، وارد زندگی قلب من بشو، زندگی من رو عوض بکن. از عیسی خواستم که کمکم کنه، گفتم که زندگی من رو به دست خودت بگیر، اگر تو میتونی وارد شو و زندگی من رو عوض بکن، تو بیا تو زندگی من و قلب من رو دست خودت بگیر، تو این مشکلات رو میبینی، اگه تو واقعا خدا هستی من به تو میدم این زندگی رو، اگه تو قلب من رو میخوای من قلبم رو باز میکنم و
تو قلب من رو به دست بگیر و وارد قلب من بشو. موقعی که این رو گفتم گرمای بسیار عجیب وارد بدنم شد. احساس میکردم که از دستم این گرما وارد بدنم شد و تمام وجودم رو فرا گرفت و شروع کردم به جست و خیز و جان پریدم و شروع کردم به شادی کردن و خدا رو سپاسگزاری کردم. شروع کردم به شکرگزاری و جست و خیز میکردم. اونقدر شاد شده بودم که میخواستم پرواز بکنم. از اون روز به بعد زندگیم عوض شد و زندگیم با اطرافیان، با خانوادم، با دوستان عوض شد. دوستاشم با دیگران ارتباط برقرار کنم و کاری که خدا در زندگی من انجام داده بود باشون صحبت بکنم. دوستاشم میگم که من زندگیم اینطور بود و یک نفر وارد زندگی من شد و اون رفتار من، اون زندگی من که عوض شده بود خیلی روی دیگران تاثیر گذاشت. خیلی دیگران متحیر شده بودن که چه اتفاقی افتاد و طوری شده که کلام خدا رو از روی اینترنت گرفتم و شروع کردم به خوندن و در عرض چند روز اونقدر اشتیاق داشتم که تمام کلام خدا رو خوندم، تمام انجیل رو خوندم و حتی طوری شده بود که اون انجیل رو، اون که این کلام رو کپی می‌کردم و به دوستان و به کسی که می‌شناختم می‌دادم و حتی به کسی که باشون رابطه بد داشتم بهشون می‌گفتم که من عوض شدم و بهشون می‌دادم که استفاده بکنم و زندگی من از اون روز به بعد عوض شد. با خانواده‌ام خیلی رابطه‌ام صمیمی شد، مثل اینکه یک آینده تضمین شده دارم. مثل مشکلاتی که در گذشته بود همه از بین نرفته بود، ولی آرامش خاصی داشتم و با قوت خدا پیش می‌رفتم. حتی کسانی رو که مشاهده میکردم که مشکل دارن، در سختی و غم و ناراحتی هستن، دوستاشم باشون درمی بگذارم و بهشون میگفتم که عیسی زندگی من رو عوض کرد و خداوند زندگی من رو به این شکل تغییر داد و حتی میتونی امروز زندگی شما رو عوض بکنه، میتونه که شما رو از غم و ناراحتی بیرون بیاره. یک بار امتحان بکنید و از خدا بخواید که زندگی شما رو عوض بکنه و خدا رو بچشین اینجا که خداوند چقدر نیکوست. از آن زندگی رامین رو با هم شنیدیم و دیدیم که چطور از اون همون دوران کودکیش با مسائل مختلفی روبرو بود و مخصوصا به خاطر نداشتن رابطه خوب با پدرش چقدر رنج می برد و همیشه به دنبال یک نمونه بود، یک کسی که میخواست که واقعا براش سرمشق باشه و ولی این کس رو پیدا نمی کرد. متاسفانه خیلی از نوجوانها و بچه ها هستن که نگاه میکنن به دیگران و انتظار دارن که یه نمونه خوبی پیدا کنن. بعض وقتا میخوان این نمونه رو توی خانوادهشون پیدا کنن و نمیتونن این نمونه رو پیدا کنن و پناه میبرن به بیرون و چقدر متاسفانه نوجوانها نمونه های بدی رو تو زندگیشون پیدا میکنن و زندگیشون به تباهی و سیاهی فرو میره. رامین هرچند به این شکل نبود زندگیش، ولی می‌بینیم که چقدر احساس حقارت می‌کرد، چقدر احساس دلتنگی می‌کرد، چقدر ناراحت بود واقعاً از زندگیش و هیچ آرامش و شادی در زندگی او نبود. ولی خدا رو شکر که بالاخره وقتی که به خداوند پناه آورد، هرچند که از دست خدا هم عصبانی بود برای مدتی، ولی وقتی که قلبش رو به سوی عیسی مسیح باز کرد، زندگی او بالاخره عوض شد. بله، و همونطور هم که خودشون میگن به خاطر همین مسائل مشکلات خیلی روحیه پرخاشگری و خیلی عصبی شده بودن، به خاطر که نمیتونستن اون رابطه صحیح رو با پدر مادرشون برقرار بکنن و همیشه از همون دوران کودکی این کمبود رو در درون خودشون احساس میکردن. عزیزانی که دارید این برنامه رو نگاه میکنید و فکر میکنید که زندگیتون خیلی مشابه هست با زندگی رامین و اون همون خواسته ها رو از زندگیتون دارید که رامین داشت و اینکه نمیدونید بعد با این خواستهاتون چه کار بکنید، بدونید که عیسی مسیح قادره که یک زندگی نیکو رو به شما عطا بکنه و به تمام اون خواستهاتون برسید اگر زندگی خودتون و قلب خودتون رو به روی عیسی مسیح باز بکنید. بله، آمین. و رامی متاسفانه چقدر خودشو در ضعف و ناتوانی میدید و چقدر احساس تقصیر میکرد، چون که فکر میکرد که رفتارهای رامین باعث شده که حتی پدرش فوت کنه و این موضوع سالهای سال باعث درد و رنجش رامین بود. ولی وقتی که قلبش رو به سوی عیسی مسیح میاره، چقدر زیبا عیسی مسیح زندگی او رو دگرگون میکنه و زندگی او رو واقعا پر از شادابی و طراوت خودش میکنه و احساس تقصیر رو از او بر میداره. دوستان عزیز، اگه میخواهید که ما براتون دعا کنیم، ما با خوشحالی آماده هستیم که برای شما دعا کنیم. تلفنی هستش که شما میتونید با ما تماس بگیرید، 2044-1483-410-933. خوشحال میشیم که به ما زنگ بزنید و براتون دعا کنیم. در این بخش برنامه گفتگوی رو با چند نفر از دوستان داشتیم. خیلی خوشحال میشیم که با ما همراه باشید.
بله بعضی موقع احساس طهارت میکردم، ولی وقتی به خودم میامدم نه، ارزش خودم از اینا خیلی بالاتره، ارزش انسان خیلی بالاست که بیاد به این مسائل فکر کنه. پیش میاد بله، خیلی وقتا پیش میاد ممکنه افرادی که دور بر آدم هستن نسبت به آدم حالت بی‌توجهی داشته باشن. خب احساس خوبی نیست، آدم همیشه دوست داره مورد توجه دیگران باشه، دوست داره بقیه دوستش داشته باشن و هیچکس این احساس خوبی بهش دست نمیده وقتی این چه اتفاقی میفته. بله احساس خوبی نداشتم. بله وقتی که بچه بودم بی‌توجهی خب مسلماً آدم اون موقع خیلی احساس میکنه شده برام، و اون موقع بودش که هی سعی می‌کردم خودم رو نشون بدم به دیگران و بگم منم هستم. مورد خیلی بدی هستش آدم مورد بی‌توجهی قرار بگیره، ولی خیلی خوبه که آدم اون موقع یادش بیاد که واقعا خدا هستش که بهش همیشه باهاش هست و بهش توجه داره، خدا هست که دوستش داره. خیلی زیاد و سرخوردگی. به نظر من اولین کلامی که به این فرد میشه گفت این هستش که تنها این نیست که خودش مقصره، میتونه عوامل دیگه‌ای هم در افتادن یه اتفاق در واقع سهیم باشه. یعنی در واقع باید به فرد گفت که تو قابلیت‌های زیادی داری و حالا اگه مشکلی پیش اومده این نیستش که از عدم شایستگی توه، عوامل مختلف پیش اومده. اعتماد به نفس باید به اون فرد داد، برای اون شخص باز کنیم که آخر دنیا نرسیده، هنوز جا هستش برای پیشرفت، هنوز قدم‌های زیادی هستش که باید برداره و به اون خواسته که میخواد برسه. دعاش میتونیم بکنیم، به اون بگیم که خدایی هستش و میتونه که این تقصیرات تو به او بدی و اون بهت اون آرامش رو بده. میتونه آدم خب باش صحبت کنه و بهش امید بده برای زندگی. خوب اگه اتفاقی بیفته خب آدم میتونه جبران کنه، خب گذشته ها گذشته، بعد آدم به فکر آیندهش بشه. در وهله اول حرفاشو بشنویم و بعد یه مقدار تشویقش کنیم و این احساس تقصیر رو ازش بیرون بیاریم. من فکر میکنم نصیحت خوبه، ولی نصیحت مؤثر، من فکر میکنم بیشتر از نصیحت کردن اینه که بهش گوش بدید. شما وقتی شما به یک نفر گوش بدید اون خیلی بیشتر تسلی پیدا میکنه تا اینکه براش بشینید صحبت کنید، نصیحت های بی مورد رو انجام بدید. محبت کافی اون خانواده به این فرد داده نشده، طرز فکرشون با اعضای خانوادهشون متفاوته، در واقع هیچ نکته مشترکی با اعضای خانوادهشون پیدا نمیکنن. اون چیزی که دنبالش میگردن، حالا محبت، عشق، هر چیزی که هست در اجتماع بیرون میخوان پیدا کنن، اون چیزی که تو خانواده پیدا نمی کنن. برای اینکه فشارهای پدر مادرها تو این دور زمانه خیلی زیاده و باعث میشه که خیلی از چیزا خیلی چیزا رو از بچه‌ها میخوان و اون چیزایی که بچه‌ها نمیتونن انجامشون بدن و به خاطر همین فاصله میفته بینشون. برای اینکه نمیتونن خانواده‌شون رو درک کنن، فکر میکنن خانوادهشون چیزی که اینا میخوان نمیتونن در اختیارشون بذارن و فکر میکنن که بعدشون رو میخوان. به خاطر طرز برخوردی که باشون میشه، به خاطر که طرز برخورد با نوجوانا و جوانا یه طرز برخورد به خصوص باید باشه. اگر شما با رفتاری که با یه بچه 10 ساله میکنید با یه نوجوان 20 ساله بخواد انجام بدید، خب مطمئنم خیلی تفاوت داره. جوانا به خاطر اختلافات فکری که دارن، حالا بچه ها یه چیزی خواسته ها دارن، خانواده ها بعضیشون سنت گران، به خاطر نمیتونن با هم هماهنگی داشته باشن. از آن نظر دیگر دوستان رو با هم شنیدیم و دیدیم که هر کسی چه نظری داشت، ولی واقعا خدا رو شکر که خدای ما زنده است و خدای ما پر از عشق و محبت و خدا قادره که تمام دردها و رنجهای ما رو برداره و تمام گناهان ما رو برداره و حیات تازه در عیسی مسیح به ما عطا کنه. آمین. بله واقعا خدا رو شکر به خاطر وجود خداوند ما عیسی مسیح تو زندگی برادرمون رامین. اون نکته‌ای که اشاره کرد، گفتش که من فکر می‌کردم هیچ کس به من توجه نمی‌کنه، ولی الان چقدر خوشحاله که می‌دونه که عیسی مسیح خداوند
چقدر به اون توجه میکنه و چقدر دوستش داره. عزیزانی که شاید شما هم فکر میکنید هیچ کس به شما توجه نمیکنه، امروز روزیه که واقعا با تمام وجود بچشید و ببینید که خداوند ما نیکوست و همیشه به شما توجه داره. آمین. اتفاقا یه مزموری هستش که سراننده مزمور اینو چقدر زیبا نوشته که فکر میکرد که شاید خداوند او رو به حال خودش رها کرده و تو اون سختی ها فراموشش کرده و چند آیه اول داره خطاب به خدا میگه که خدا تو من رو فراموش نکن و داره مثل اینکه به خدا یادآوری میکنه که خدای من تو چه وضعیتی هستم، ولی بعد از مثل اینکه بعد از چند آیه یه دفعه به یاد میاره که چقدر خدای او خدای قدرتمندی. من میخوام این مزمور رو بخونم، خیلی زیباست. میگه ای خداوند مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خیش تعدیب مکن. ای خداوند بر من کرم فرما زیرا که پژمردم. ای خداوند مرا شفا ده زیرا که استخوان‌هایم مضطرب است و جان من به شدت پریشان است. پس تو ای خداوند تا به کی؟ ای خداوند رجوع کن و جانم را خلاصی ده، به رحمت خیش مرا نجات بخش، زیرا که در موت ذکر تو نمی باشد، در حاویه کیست که تو را حمد گوید؟ از ناله خود واماندم، تمامی شب تخت خواب خود را غرق می کنم و بستر خیش را در اشک ها تر می سازم. چشم من از غصه کاهیده شده و به سبب همه دشمنانم تار گردید. یک دفعه در این آیه، از این آیه به بعد یک پیروزی میاد. میگه ای همه بدکاران از من دور شوید، زیرا خداوند آواز گریه مرا شنیده است، خداوند استغاثه مرا شنیده است، خداوند دعای مرا اجابت خواهد کرد. همه دشمنانم به شدت خجل و پریشان خواهند شد، رو برگردانیده ناگهان خجل خواهند گردید. دقیقا همین توی زندگی رامین اتفاق افتاد و امروز این میتونه توی زندگی تو ای برادر و ای خواهر من انجام بشه، که خداوند تمام اون خجالت‌های تو رو، تمام اون مسائلی که باعث رنجش تو هستش برداره و قلب تو رو مملو از عشق و شادمانی خودش بکنه، چون خدای ما زنده است و خدایی که قادر مطلقه. اینطور نیست؟ بله، همونطور که گفتی خداوند در سختی ها یافت میشه و ما رو هیچ وقت در سختی ها تنها نمیذاره. عزیزان، ما میخواییم الان برای شما دوستان دعا بکنیم و ایمان داریم که خداوند امروز میخواد یک کار بزرگی رو تو زندگی شما عزیزان انجام بده. پس اگه شما آماده هستید، ما الان میخواید با ما متحد بشید. ما میخواییم که دعا کنیم و این دعا رو به سوی عیسی مسیح بیاریم. مهم نیستش که شما در چه شرایطی هستید، مهم این است که قلبتون رو به سوی عیسی مسیح باز کنید و بذارید که او قلب زخمی دیده شما رو، قلب پر از درد شما رو شفا بده و حضور پر مهر و محبت خودش رو در زندگی شما جاری بکنه. پدر آسمانی، به نام عیسی مسیح با عزیزانی که با ما الان متحد شدن دعا میکنیم که خداوند تو هر شرایطی که این عزیزان هستن، اگر خودشون باعث آزار و اذیت دیگران شدن، اگر احساس تقصیر میکنن در زندگیشون و یا اگر دیگران خداوند و باعث زحمت و باعث ناراحتی این عزیزان شدن و قلبشون شکسته و پر از خداوند و غم و ناراحتی هستن، افکارشون خداوند و خسته است و از زندگی کاملا خداوند و بیزار هستن، دعا میکنیم امروز حضور پرمهر و محبت تو ای عیسی خداوند بر زندگی این عزیزان بیاد و هر نوع تاریکی و خداوند و هر نوع زحمت و هر نوع خداوند و بدی و هر نوع گناه رو خداوند از زندگی این عزیزان برداری، چون که تو عیسی مسیح به خاطر گناهان ما، به خاطر بدبختی های ما، به خاطر تمام خداوند تو آنچه که در دنیا پر از شرارت هست، خداوند آمدی و جان خودتو فدا کردی تا ما از این شرارت ها، از این گناه ها، از این بدبختی ها خداوند آزاد بشیم و یک زندگی جدید در تو بیابیم. خداوند دعا میکنم که عزیزان رو امروز تو ملاقات کنی و وارد قلبشون بشی ای عیسی زنده و با خون گرانبهای خودت خداوند زندگی این عزیزان رو کاملا پاک بسازی و نور پر جلال تو خداوند زندگی تاریک این عزیزان رو درخشان بسازی. خداوند هر نوع فکر و خاطره تلخ رو از زندگیشون بردار و خداوند شادمانی خودت رو، خداوند اون شادی که در نجات هست در زندگی این عزیزان جاری بساز. تو رو میپرستیم، تو رو شکر میکنیم در نام پر جلالت ای عیسی مسیح. آمین ای خداوند. بله خداوند، منم برای افرادی دعا میکنم که واقعا خودشون رو خداوند احساس میکنن که هیچ کس به اونها توجهی نمیکنه و مدام در پی این هستن که توجه دیگران رو به خودشون خداوند جلب بکنن.
ای خداوندا، میخوام که در نام عیسی مسیح تو وارد زندگی این عزیزان بشی خداوندا، و اونها متوجه بشن که تو خداوندا چقدر به اونها توجه داری، چقدر اونها رو دوست داری ای خداوندا، و چقدر خداوندا به اونها ارزش دادی مسیح جان. خداوند عزیزم وارد زندگی این عزیزان شو در نام مسیح خداوند، و چشمای این عزیزان رو باز بکن که تو رو ای خداوند رو ببینن، گوشهای این عزیزان رو باز بکن که صدای نیکوی تو رو بشنون خداوند، و به تو ایمان بیارن و زندگیشون رو در دستان مقدس تو بگیرن. تو رو شکر میکنم در نام عیسی مسیح، آمین. آمین آمین، شکرت ای خداوند. عزیزان ما ایمان داریم که این دعایی که با هم کردیم دعای ساده ای بود، ولی خداوند دعای شما رو شنید و قلب شکسته شما رو دیده خداوند، و میدونه که شما چقدر در رنج بودید. اگر در این دعا با ما سهیم بودید، مطمئن باشید که خداوند کارهای بزرگی در زندگی شما خواهد انجام خواهد داد، و حضور پرمهر و محبت او زندگی شما رو دگرگون خواهد کرد، همین طور که زندگی رامین رو عوض کرد. خدا قادره که زندگی شما رو عوض کنه، حتی اگه زندگی شما بدتر از زندگی رامین بوده، عیسی مسیح قادره که زندگی که کاملا خراب شده از نو بنا کنه و حیاتی جدید و قوتی جدید در زندگی شما جاری کنه. بله دوستان، ما خیلی خوشحال میشیم که اگر خداوند ملاقاتی با شما کرده و میخواییم با ما در میون بذارید، با شماره تلفن 2044-1483-410-933 که در صفحه مشاهده میفرمایید با ما در ارتباط باشید، و یا با آدرس ایمیل tv@kalame.com برای ما ایمیل بفرستید. در ضمن وبسایت kalame.com قسمت برنامه‌های تلویزیونی رو فراموش نکنید، اونجا میتونید سری کامل برنامه‌های ما رو هم مشاهده بفرمایید و هم به صورت نوشتاری بخونید. از آن فراموش نکنید که تو هر شرایطی که هستید خداوند شما رو دوست داره و یگان فرزندش عیسی مسیح رو فرستاده که جانش برای ما فدا بشه و او به ما زندگی جدید، حیاتی تازه داده. من دعا میکنم و ایمان دارم که شما اگه قلبتون رو به سوی عیسی مسیح باز کنید، او وارد زندگیتون شده و زندگی شما رو دگرگون خواهد کرد. هر نوع ناامیدی، هر نوع تلخی، هر نوع تاریکی رو از زندگیتون دور کنید و به عیسی مسیح که پر از نور، پر از جلال، پر از شکوه، پر از محبت ایمان بیارید و ببینید که زندگیتون چقدر زیبا و عالی میشه. خداوند یار و نگهدار شما باشه. خدا نگهدارتون.